خیلی قشنگ شد بود. نه سفر نکنید. بابا. ما ببین چی میگه؟ بشنب. سلام به همگی، من مینام، خوش اومدید به یکی دیگر ویدیوهای من. انشالله که حالتون خوب باشه، لبتون خندون باشه. اینجا آخرین روز تعطیلات کریسمس ما بود که دیگه من مهمونامونم به خوشی راه انداختم و بعد تولد سامینام که تموم شد، بعد دیگه خونه رو حسابی تمیز کردم و دیگه همه جا رو شستم و رفتم به قول معروف. بعد دیگه امروز گفتم که بریم یه بیرون یه دوری بزنیم، یکم خرید مریدم بکنیم. خرید آنچنانی ندارم ولی خب بیشتر برای دور زدنه. گفتم بریم و بریم یه ایکا خرید کنیم و برگردیم بیام. این آشپزخونه همونجور که میبینید دیگه همه جا تمیز شده، مرتب. سالونم که حسابی تمیز کردم، جاروبرقی کشتم بعد از تولد سامینا، از این اسمش هم نمیدونم، این چیزا که میترکونی طلایی یا میریزه، از اینا رو دیگه دو تام ترکوندیم. بعد دیگه تمام خونه پر شده بود، باور کنید دو تا کیسه جاروبرقی رو پر شد از اونا دیگه، خاطرم از اون راحت شد. بعد دیگه ترتمیز کردم، مبلا رو بخارشور کشیدم و دیگه فرشا رو تمیز کردم، گردگیری کردم، ولی خب چون زمستونه دیگه شیشه و اینا رو تمیز نکردم. بعد دیگه یک عالم هم لباسشویی داشتم، یعنی باور کنید به اندازه 7-8 تا ماشین لباسشویی پر شدش. چند سری هی ریختم و شستم، ملافه و خلاصه یه سری چیز میز بود. بعد یه خلاصه الان تمیز شد و بریم بیرون یه ذره با آرامش بر خودمون بچرخیم. خب ما اومدیم ایکیا، اولین کاری که کردیم غذا خوردیم. بعدم که دوباره من اومدم سر وقت این قابلمه، این خیلی خوشگل مسیه، بعد قیمتش هم بالایه ولی خب جنسش معلومه که خیلی خوبه. بعد دیگه این قابلمه آبیارم که جدید آورده،
چون ما گاز زیاد میایم جنسای جدید که میاره قشنگ متوجه میشیم. البته که اون درون بچه هست بهش نوشته که اینا جدیده. این قابلمه خیلی بامزه است بچه ها. این ارزش کمه، عمقش زیاده. بعد توشم یه آبکش ماننده من فکر میکنم برای پاستا و اسپاگتی و اینا استفاده میشه. من خیلی خوشم میاد، میام هدف نگاه میکنم ولی خب به کارم نمیاد فعلا که بخرمش، ولی خیلی بامزه است قیافش. اینجا هم که قابلمه بزرگه، یعنی بزرگترین قابلمه اینجاست فکر میکنم. البته توی صفش که بری بزرگتر از اینم هستش. بعد بچه ها این هم از این است که آب سبزیجاتو میتونی خوش کنی، مثلا کاهو میشوری که این از قدیم هم بوده دیگه. من یه دونه احتیاج دارم بعد بگیرم، چون کاهو اینا که میشورم عجله دارم، خیلی دستمال استفاده میکنم، این کارو راحت میکنه. اینم که قابلمه های چودنیه، اینم خیلی خوبه فکر میکنم آبگوش تو اینا خیلی خوشمزه بشه. اینم در آینده تصمیم دارم که بگیرم. میرسیم به این آبکشا. این آبکش هم که تا میشه. در کل اینجا آبکش های پلاستیکی خیلی تو سوئد نیستش، بیشتر فلزی هن. بعد که میرسیم به این شکر باشه بچه، من این شکر باشه سری قبل گرفتم، همینی که توش یه لوله فلزیه، اصلا خوب نیستش، اصلا راضی نیستم. تا موقعی که پره مثلا یک سومشو میخوای استفاده کنی خیلی خوبه. یه حالت اینی که اون لوله باعث میشه که یه پیمونه ای درست بشه بیاد بیرون. بعد که به نصف بیشتر میرسه دیگه درست و بیکار نمیکنه، نمیادش. اینم که در بازکن من دارم. البته میدونم اینا رو قبلا نشون دادم بهتونا، ولی خب ایکا هر دفعه قشنگی خودشو داره. بچه این اسکاج مال ایکاه، خیلی شاید استفاده کنم ولی من راضی نیستم، خیلی نرمه، تمیز میکنه. اینا هم که سبد آبچکونه کنار سینک میشه گذاشت، مدل مختلفه که من استفاده نمی کنم، ترجیح میدم باز باشه اونجا. اینا هم که جای اسکاج و مایه ظرفشویی و اینجور چیز هست. بعد مشکی هم هستش، خیلی خوبه، جالبه. گرچه من ندارم، نگرفتم فعلا، به این نتیجه نرسیدم که لازمش دارم، ولی خوب خوبه. اینجا که قسمتی کیکوشی نیاز، این وعدنه خیلی جالب بود. این سیلیکون پلاستیکی که طرح داره، مثلا میتونم رو خمیرش طرح بندازه. اینم که برای اینکه خمیر رو بذاری یس بشه، اون سبد رو برای اون بودش، خیلی جالبه. بعد دیگه اینجا هم که وسایلای دیگه است. بعد آها اینو می‌خواستم بهتون نشون بدم، یه دری هست اینجا، در روی مثلا این ظرفای دردار که آدم بخواد بذاره. این دری حالتی مثل سیلیکونی عمل میکنه، ببینید یه پلاستیک ساده است، نه چسبی داره نه مثلا هیچی، ولی وقتی که میذاری اون روی یه جوری نمیذاره هوا بره داخلش، بلند میشه باش. البته خب پر کنی غذا 100% بلند میشه، ولی نمیذاره هوا داخلش بره. باورتون نمیشه چقدر جالب بود. بعد یه چیز دیگه هم که توی ایکیا میتونیم ببینین که این ظرفا، میتونین ظرف و سوا بگیرین، درش هم سوا، قیمت سوا داره. بعد میتونی انتخاب کنی که درش چوبی بگیری یا اینجا مثل اینجا شیشه‌ای بگیری یا پلاستیکی، قیمت در با ظرف متفاوته. اینم که شیشه های دردار، من هدف اینا رو میبینم، احساس بکنم که باید مربا و شربت و اینجا چیز رو درست کنم، نمیدونم چجوریه که آدم بسبسته میشه. خیلی خوشم میاد این شیشه ها. لازم هم میشه هر کسی باید یه چند تا شیشه خالی همیشه تو خونه داشته باشه، خانومی که یه وقتی چیز درست کرد داخلش بذاره. این هم که فنجونه، فنجون بزرگی بچه ها، اینا کوچیکشو دارم، بزرگی دوتا گرفتم که یه وقت حواس کردیم چایی تو لیوان شیشه ای بخوریم، اینم باشه چای بزرگ منظورمه. اینم که واسه روموب من 4 تا گرفتم. بعد حالا خیلی شاید خوشگل نباشن اونجوری، ولی قیمتشو خیلی مناسب زده بود. بالشتای ما می حالت دم دستی داره، بچه‌ها راحت زیر دست و پاشونه میشینن روموب کارتون میبینم، واسه دم دستی خیلی خوبه، قیمتش هم مناسبه. وگرنه که خیلی چیزای شیک و قشنگ هم داره که من اونا رو میپسندم برای اینکه آدم بخواد دکور کنه خونه‌شو. اینم خیلی خوش آمد بچه. این یه بالشته برای روی صندلی نیستش چون خیلی کلفته. نوشته که این یه بالشته برای اینکه روی زمین، مثلا روی زمین میخواد کسی بشینه، اینو
میذاره زیرش و میشینه. خیلی جالبه، یعنی فکر همه جا رو کردن. سوئدیا کلا که رو زمین نمیشینن، ولی بعضی موقع یه گوشه کناره رو درست میکنن برای نشستن، یا بعضی موقع تو هوا که خوبه تابستون بیرون میبرن میشینن. خیلی این بالشت جالب بودش. بعد میرسیم اینجا قسمت پتو، خلاصه ملافه و اینجور چیزا. این ملافه هم خیلی بامزه بود، هم که چاخونه بود من دوست دارم، هم که دورش هم چین داشتش. بعد اینجا پتو اینجا مدل های مختلف داره. مثلا این که عکس دم و سنج قرمز داره نوشته که خیلی گرم میکنه، این به درد مثلا زمستون و وسط سرما میخوره، همجور که میبینید میشه اکسترا وارم. بعد این قسمت نارنجی هم معمولیه برای کسی که نمیخواد پتوش خیلی گرم بکنه و از یه عادت ندارن. بعد اینجا عکس دم و سنج نارنجی داره. اون قسمت بعد هم میبینید که زرده، دم و سنج زرده. پتوهایی که مثلا توی تابستون و یه ذره هوا بهتر استفاده میشه. بعضی البته هستن که عادت دارم پتوی گرم تو تابستون هم روشون میکشن، یا اینکه تو زمستون هم حتی پتوهای نازک میکشن. دیگه بستگی داره به ترموستات بدن خود آدم. اینش خیلی جالب بودش. اومدیم اینجا سبد بگیرم. من دوتا سبد احتیاج دارم، میخوام این سبد رو بذارم روی اون، حالا بهتون نشون میدم بعدن که این خوراکی های بچه ها کابینت بالای هود گازه. بنده خدا هر دفعه که میخوان چیزی میخوان من بعد در اونجا رو باز کنم و اینو ببینن چیه، چون قدشون نمیرسه. کابینت پایینم فعلا کابینت آشپزخونم کمه، مثلا کشوی پایین نداره که من بچینم اینو راحت باشم. میخوام دو تا سبد بگیرم بذارم، مثلا چیپس و پفک و شکلات و اینجور چیزاشونو بذارم دم دست که خودشون بردارن. بعد دیگه دارم سبدها رو نگاه میکنم. البته همون دوتا سبد اولیه رو که بتونیشون دادم دوتا رو انتخاب کرده بودم، جنسش خیلی خوب بود، قیمتش هم خوب بود. اینا هم که سبدهای مختلفه، مثلا این سبد رو میذارن کنار مبل، میشه بذاری توش پتو، بذاری پتو بالشت اضافه بذاری، خیلی خوشگل میشه. بعد مثلا دیگه گل حتی میذارم بعضی ها تو این سبد ها. خلاصه هرکی به سلیقه خودش میتونه با این سبد ها خونش رو دیزاین کنه. اینجا هم که سامیار یاد گرفته که چجوری قیمت این وسایل هایی که نمیدونیم و از توی کامپیوتر در بیاد. یعنی وایستاده اینجا ولکنم نیست، میره هر چیزی رو میاره اونجا میزنه کدشو که قیمتشو در بیاره با خوشحالی بگه. خیلی هم خوب عددا رو میگه. دوباره سلام به همگی. ما برگشتیم از بیرون ولی شام نداریم. بعد بخاطر همینم البته تصمیم گرفته بودم که برگردم سالاد رو میروز کنم، چون هم سامیار خیلی دوست داره همینمونه برای فردا که خودمون هم غذا میخوایم. بعد دیگه قبل از اینکه بریم من سردرد داشتم، بعد دیگه آلودون و اینا خوردم، دوش گرفتم. معمولا تاثیر میذاره خوب میشه، ولی اصلا خوب نشدش. تمام طول راهو من سردرد داشتم ولی برو خودم نمیآوردم. چایی هم خوردم توی اینکه ولی چایی شد این چایی کیسه ای بود، تاثیر نداشتش. بعد دیگه همه اولین کاری که کردم بودم خونه رو چایی با خودم درست کردم، بعدم که آلویه رو درست کنم. این سیب زمینیش هم پختم بچه ها، سخت نگیرید دیگه، ایراد دگیری به من. من سیب زمینی اولیه رو چون عجله دارم همیشه پوست میکنم، بعد میذارم میپزه که راحت توی همینم لهش کنم. بعد اینم که سینه مرغ میذارم با یه پیاز، آب بریزم میذارم میپزه با نمک. بعد تخم مرغ هم فقط سفیدش رو میذارم، خیارشور و نخود فرنگی. اگر که یه چیز اضافی بشه بزنم بچه ها نمیخورن. حالا این اولویه اصلشه یا اینکه نیسته، و خب تو خونه ما اینجوری طرفدار داره، دوست دارن. بعد راجبه یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم، راجبه کامنتاتون. من سعی میکنم مثلا کامنت ها رو که نظر میدین به من راجبه هر چیز رو اینا به دل نمیگیرم، مثلا
ناراحت میشم چون نظرتون دارید به من میگید تا اونجایی که توهین نباشه. البته خب مثلا بعضی چیزها رو شاید بعضی توهین بدونن، مثلا اینکه نمیدونم قبلا هیکل بهتر بود الان شکم معلوم بود لباس دیگه میپوشید، خب اینو شاید 80-90% اینو توهین بدونن، ولی مثلا من توهین سعی کنم نگیرم. خب بالاخره هر کی نظری داره هر نظرش رو بازگو میکنه. بچه هم ما صمیمیه، اینقدر با من صمیمی شاید بودید که مثلا همچین نظری دادید. آره بچه من تو این تعطیلات سامی هم که صحبت میکنه، من تو این تعطیلات چون یکی به هر حال تحقیم کم تر بوده، یکم استراحت بیشتر بوده، یه مقدار وزنم فکر کنم اضافه شده، وزن من معمولا از دور شکم اضافه میشه. بعد دیگه یکی این راجبه این مسئله بود، یکی هم این که راجبه این که مثلا راجبه چیدمان خونه و میز ناخوری و اینجور چیزا که گفته بودید، بهتره که آدم بدونه هر کسی، خب هر آدمی، هر خانومی، هر آقایی، هر بچه‌ای تو ذهنش یه چی میاد، یه آرزوهایی داره، برنامه‌ای داره که مثلا خانم‌ها دوست دارن مثلا میگن که اگه شرایط بهتر شه فلان خونه رو بگیریم یا خونه رو عوض بکنیم یا حالا مثلا یک سال بعد این وسیله رو بگیرم، مبلمو عوض کنم، میزمو عوض کنم، همه یه چیزایی تو سرشون هست، همه هم به اندازه خودشون سلیقه دارن یه سری چیزا بذارم سامیر رو نکن. بعد یه سری چیزا خب به ذهن خود منم میرسه، منم میدونم سالن غذاخوری من بزرگه، تاش قشنگ یه میز ناخوریه ده نفره جا میشه، ولی به نظر من هر کسی یه نظری داره، اسباب بازی بچه من واجب تره، ولی خب تونسته من اونجا باشه و اینم بچه خوشحال باشه، حتی مهمون هم اومد اون دونه اسباب بازیاشو میآورد نشون میداد، خدا رو شکر مهمونای ما بعد نمیدونن که تو آشپزخونه بشینن غذا بخورن، یعنی اینجا اینجوریه، ما مادر شوهرم خود قبلیشون که بودن آشپزخونهشون میز غذاخوری بود، یه ذره بزرگتر از اینجا بود، خونه فامیلا که میریم میز ناخوری تو آشپزخونهشونه، میزو بزرگ میکنیم و معمولا یه سایت بزرگ میشه، صندلی اضافه دیگه در همین حده. و اینکه من از اوزه بچه هم نمیبرم بذارم هیچ وقت تو انباری که بخوام دکوراسیون برای خونه درست کنم، ایشالله به موقع سر فرصت زمان مناسب و مکان مناسب منم تزیینات میکنم برای خونه، عوض میکنم یه سری چیزها رو، ولی خب دیگه شرایط عوض شد با این کرونا که اومده، میدونم خیلی ها زندگی ها یه ذره دگرگون شدش، بعضی ها حالا که عزیزانشون از دست دادن، ولی خب اصلا ما هم شرایط اقتصادیمون خیلی سخت شد، شغلش رو سامی از دست داد بخاطر این وضعیت کرونا و نبودن مردم تو خیابونا و مغازه ها و اینا. بعد کلی برنامه هایی که برای آینده داشتیم، کارهایی که میخواستیم بکنیم، قدم های بزرگی که میخواستیم برداریم، همه به هم خوردش، بخاطر همین من الان زندگی رو سخت نمیگم، با همین چیزایی که دارم فعلا داریم شاد و خوشحال و بدون هیچ مشکلی داریم زندگی میکنیم، تا ایشالا راه باز شد برای همه، ایشالا خدا بخواد که آدم بچه که دوست داری بگیره، وسایل همیشه هست، ریکا این بر اون بر اینجا پر از چیزای تزینی، پر از مبل و صندلی و من چشم میبینه، منم همشون رو دوست دارم، دلم میخواد داشته باشم، ولی خب به این عقیده دارم میگم هر چیزی به موقع باید بشه. بعد دیگه هیچی، همین دیگه گفتم بهتون اینم بگم، بریم اولویه رو درست کنیم. نمیدونم شما تو اولویه زردش هم میزنی یا نه، ولی من زردش رو استفاده نمی کنم، من فقط سفیدش رو میزنم، خیلی اولویه بزرگ میگیره زردش رو که میزنم، بسا میمونه توی یخچال آنکه درش هم میبندم، من نمیدونم من خیلی مشامم حساسه شد. آره؟ که بزنم که آدم ها که یه آدم که دوست بگیرم. یس تونستم. این هم که گوش کوبه ما بایم ساعت نشم دستت روشه.
برو ببین بابا این داره بیدار میشه، ازش کمک بخواه. خب توی این میریزم که بتونم راحت مخلوطش کنم. دیدین هر خانومی پختن یه غذای سختشه؟ مثلا بعضی اولویه براشون درست کردنش یه کوهه، ولی من اولویه رو مثلا راحت درست کنم، ولی قیمه میخوام درست کنم خیلی سختمه. مثلا هزار تا غذای سخت درست میکنم با حوصله، ولی قیمه میخوام درست کنم مثلا انگار یه کار خیلی سختی میخوام انجام بدم، نمیدونم چرا. خیارشورشم خرد کنم، بگم برای اولویه من از این خیارشوره میگیرم. میبینید دوندونیه روش و قیمتش مناسبه، واسه اولویه هم خیلی خوشمزه میشه. این یک و اینا رو که میگیریم اینجا گرون میگیریم، بعد واسه اولویه صرف نمی کنم. اون مثلا واسه اینکه آدم کنار غذا میخواد خالی خالی بخوره اون خوشمزه است، ولی برای اولویه حتما امتحان کنید. این طعمش با اولویه خیلی جور در میاد، خوشمزه است. حواستون باشه اگه اینجاییم یه وقتی خیار شیرین نگیریم. اینجا دو جوره، هم نوشته شور خیار شور، هم خیار شیرین. قیافه‌هاشون هم شبیه همه، فقط باید روشو بخونیم. بچه رفته بودم بچه رو برده بودم دکتر، بعد این گل رو ببینید، این توی اونجا مطب که رفته بودم منتظر بودیم تا نوبتمون بشه، یه گلدون بود ازش آویزون شده بود، گلم داده بود، خیلی قشنگ بود، بزرگم شده بود چون نور خوب داشت. بعد من یه تیکه ازش کندم که بیارم بذارم تو آب، بعد انا از وجدان گرفتم، میگم نکنه که مثلا کار بدی کردم. حالا نمیدونم چیکار کنم، یه حس خوبی ندارم آوردم خونه. به نظر شما آیا کار بدی مرتکب شدم؟ اگه آره که ببرم بذارم سر جاش، چون من واقعا میذارم قشنگ سر جاش، میذارم یعنی ریشه بکنه، بعد میذارم سر جاش، چون الان که میمیره اگه همینجوری بعدارم ببرم. بگین دیگه بهم، حتما تو کامنت ها بگید. شکلی سامی میگم فکر کردم سس داری، فکر کردم سس ماینس داری. دست درد نکن دوباره ماما. این سبده ها البته میدونم که خیلی هاتون شاید ایراد بگیرید، ولی دیگه ایراد نگیرید دیگه، اینجا گذاشتم بچه ها راحت هرانا. این چیپس و پفکاشون رو گذاشتم، بعد دیگه آدم هم میدونه به اندازه میگیره، یعنی به اندازه این سبد. سامی آخه عادت داره میره از هر چی زیاد میگیره، دیگه هم بهش گفتم که به اندازه این سبد دیدی تموم شد براشون بگیر. بعد دیگه اینجام که شکلات ها و ایناشون رو گذاشتم که راحت. البته میپرسن از من که یه وقتی وقت غذاشون نه مثلا چیز میز بخورن، ولی همین که میبینن هی به من میگفتن ماما این بالا رو باز کن، ما بریم اینجا باز کن که ما ببینیم چی داریم. آره بعدن بازم میکردم، سامیان میگه برشون دار بیا پایین به من نشون بده، ولی الان اینجا دیگه خوب شده. شاید حالا به چشم شما بعضی خوشگل نباشه، ولی بچه ها راحت هم دیگه. خب سوسم سامی بنده خدا رفت خرید آورد، هنم بهش اضافه کنم.
خیلی سس زیاد میزنم که شل بشه، نه خیلی کم میزنم که بیمزه بشه. معمولی. من برای این همینقدر میزنم. 4 تا قاشق. ماما جان بابا ببینم سامیر واسست مالو چه شکلی درست میکنه این سامینا بابا شد بابا بیچارش چی کار کرده؟ عکس منو داری؟ ذخیره کردی؟ آره سپارش کردم ایشون بگم اینم من بدبختم سامیا رو بیار حالا معلومه آره اینم سامیا رو بیار خدا خودت خوشی حالا خودت بیار ببینی خود خوشگله تو بیار خب اینم الویه من دیگه ظرفش هم عوض نمی کنم با اجازتون چون دیگه الان یه روب دیگه میخوام شام بخوریم با همین میارم و چقدر بمونه میریزم توی ظرف البته باید برای سامیار خیار شوراش سوا کنیم خب دوستای عزیزم سال الویرم درست کردم دیگه همینجا میخوام ویدیو رو به پایان برسونم مرسی که صبوری کردین و تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید مرسی از حمایت تک تکتون خیلی دوستتون دارم مراقب خودتون باشید ایشالله تا ویدیو بعدی سامیار به خاطر اینکه باباش باش بازی کنه براش بهش رسیدگی کرده بالش پتو اینا رو چیده برای منم میکنه برام چیز آورده یه بار کردم برام سر نره بازی کنه یه بار کردم بر ماما الان بر تو یه بار میزنم داخته داره گردنه برای منم کرده بود اون دفعه خودش کرد بابا برای منم کرده بود که فقط من بشینم باید کارتون ادبوس رو نگاه کنم به خدا نبایدی نبود از بخواستی اوی قربونیت بشم الهی من شب بخیر سامیری شب بخیر سامینا خوب بخوابید صبح اومدم صداتون کردم زود پاشین لباستون رو بپوشین بریم بشین بخواب بخواب بسرم بدو تو بکشم رو بخواب بسرم بخواب 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 خسته نیستم بخواب صبح نمیتونی و یه نباشی سامینا شب بخیر بخواب شب بخیر